بسم الله الرحمن الرحیم سلام علی حبیبی هستم و این قسمت 26 م مدرسه حفظه جایی که شما به آسونی میتونید حافظ قرآن بشید امیدوارم خیلی سرحال و با انرژی پای درس امروز نشسته باشید بریم درس قبل رو با هم مرور کنیم و برگردیم بسم الله الرحمن الرحیم و السماء و طارقا. حرف واو در اول سوره به معنی قسم هست سوگند به آسمان و به چیزی که در شب پدیدار می شود و ما ادراک تو چه می دانی چیزی که در شب پدیدار می شود چیست؟ النجم الثاقب همان ستاره درخشانی که در شب طلوع کرده و درخشندگی خیره کننده ای دارد این کل نفس لما علیها حافظ هیچ کس نیست مگر اینکه بر اون نگهبانی قرار داده شده فلینظر الانسان مما خلق پس انسان باید ببیند که از چه چی چیزی آفریده شده خلق مما این دافق از آبی جهنده آفریده شده است آدم ها رو میشه با ملاکای مختلف سنجید و مقایسه کرد وزنشون، قدشون، پول توی حساب بانکیشون، سوادشون و هر چیز دیگه ای که فکرشو بکنید اما از نگاه معصومین علیه مسلم هر چیزی نمیتونه ملاک ارزش گذاری آدم ها باشه قبلا یه حدیث خونده بودم براتون از امام علی علیه السلام که هر کی توی زندگیش با قرآن باشه ثروت بسیار زیادی داره و کسی هم که قرآن توی زندگیش نباشه ثروتی نداره پیامبر اکرم هم صحبتی شبیه به همین دارن و میفرمایند دل آدمایی که اثری از قرآن توش نباشه شبیه یه خرابه است این کلمات معصومین به ما نشون میده که میزان فاصله داشتن یا نداشتن من و شما از قرآن ملاکیه که ارزش و قدر ما رو نشون میده درس امروزمون ادامه سوره تارق آیات هفتم تا یازدهم. یه بار با صدای استاد پرهیزگار این آیات رو گوش میدیم و برمیگردیم بسم الله الرحمن الرحيم يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوه ولا ناصر والسماء ذات اگه یادتون باشه گفتیم توی این سوره خدا معاد جسمانی رو اثبات میکنه معاد جسمانی یعنی انسان با همین جسمی که توی دنیا داره روز قیامت برمیگرده آیات حفظ امروز درباره دومین دلیل معاد جسمانیه خداوند با اشاره به جزئیات خلقت انسان قدرت خودش رو برای زنده کردن دوباره مردگان یادآوری میکنه توی آیه ششم خوندیم که انسان از آب جهنده خلق شده حالا تو آیه هفتم این مطلب تکمیل میشه میفرماید یخرج من بین الصلب و آب جهنده ای که از بین کمر و سینه بیرون میآید برای حفظ کردن آیه اول اون رو گوش می بسم الله الرحمن الرحیم یخرج من بین الصلب و زمزمه کنیم یخرج من بین الصلب حالا همراه استاد همخانی میکنیم یخرج من بین الصلب و الترائب. بدون استاد از روی قرآن بخونیم یخرج من بین الصلب و الترائب. حالا سه بار از حفظ تکرار میکنیم یخرج من بین الصلب و الترائب یخرج من بین الصلب و یخرج من بین الصلب و مرحبا بریم سراغ آیه بعدی خدایی که انسان رو یک بار از آب جهنده خلق کرده این توان رو داره که دوباره اون رو از خاک و استخون پوسیده بسازه و روح رو به بدنش برگردونه اینه علی رجعه لقادر بی تردید خداوند به بازگرداندن انسان بعد از مرگش تواناست گوش کنید إنه على رجعه لقادر زمزمه کنیم إنه على رجعه لقادر حالا همراه استاد همخانی میکنیم إنه على رجعه لقادر بدون استاد از روی قرآن بخونیم إنه على رجعه لقادر حالا سه بار از حفظ تکرار میکنیم آفرین به شما آیات رو به هم متصل کنیم بار اول یه بار از رو بخونیم يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ هَلَّا أَزْهَفْ تَكْرَار مِكْنِي يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ شاید برای شما هم سوال پیش اومده باشه که چه زمانی این اتفاق رخ میده خدا به این سوال جواب میده توی آیه 9 سوره طارق میگه یوم تو بل روزی که رازها فاش می شود روزی که این حادثه اتفاق میفته پایان دنیاست و ویژگی هایی داره اول اینکه نظم عادی جهان به هم میخوره و نظام جدیدی به پا میشه که هیچ چیزی تو اون روز مخفی نمیمونه بشنویم آیه رو یه عوم تو زمزمه کنیم یه عوم تو حالا همراه استاد همخواانی می کنیمیم یه عوم بدون استاد از روی قرآن بخونیم یه اووم تو حالا سه بار از حفظ تکرار میکنیم یوم تو بل السرائر یوم تو بل یوم تو بل آفرین به شما آیات رو به هم متصل کنیم بار اول یه بار از رو بخونیم يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائب هلا أزهف تكرار میکنين. يخرج من بين الصلب والترائب آفرین به شما دومین ویژگی پایان دنیا رو توی آیه دهم ده میخونیم فما له من قوت ولا ناصر پس انسان را در آن روز در برابر عذاب خداوند نه نیرویی هست و نه یاوری خداوند توی این آیه به ضعف و ذلت انسان توی آخرت اشاره میکنه پیشنهادم اینه که اگر اطرافتون آدمایی هستن که خیلی به ثروت و قدرت و جایگاهشون متکیان دعوتشون کنین به خوندن این چند آیه سوره طارق هیچ کس تو روز آخرت ارزه نداره از عذاب الهی فرار کنه گوش کنی فما له من قوت ولا ناصر زمزمه کنیم فما من ولا ناصر حالا همراه استاد همخانی میکنیم فما من ولا ناصر بدون استاد از روی قرآن بخونیم فما من ولا ناصر حالا سه بار از حفظ تکرار میکنیم ولا ناصر okay. فما له من قوة ولا ناصر okay. فما له من قوة ولا ناصر okay. آفرین به شما آیات رو به هم متصل کنیم بار اول یه بار از رو بخونیم یخرج من بین الصلب والترائب إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ يوم تبل السَّغَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ حالاً تكرار يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالْتَرَائِبِ على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوه ولا ناصر عالي بود ما اخرين آية روز والسماء ذات الرجع و سوگند به آسمان که دارای باران فراوان و پردیزش است از این آیه تا آیه چارده خداوند سومین دلیل رو برای اثبات معاد جسمانی مطرح میکنه قانون بازگشت پذیری در نظام آفرینش توضیحاتش باشه برای درس بعد و آیات بعدی بریم و آیه رو گوش کنیم و ذات الرجع زمزمه کنیم والسماع ذات الرجع حالا همراه استاد همخانی میکنیم والسماع ذات الرجع بدون استاد از روی قرآن بخونیم والسماع ذات الرجع حالا سه بار از حفظ تکرار میکنیم والسماع ذات الرجع والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع آفرین به شما آیات رو به هم متصل کنیم بار اول یه بار از رو بخونیم یخرج من بین الصلب والترائب هو على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع این رو یه لطف الهی بدونید که امروز چند خط از حرفای خدا توی ذهنتون حک شده حالا فقط شیش آیه کوتاه مونده تا حافظ سوره طارق بشین آیات دوازدهم تا هیودهم رو حتما پیش مطالعه کنید تا درس بعدی هم آیه های سوره تارق رو مرور کنید و هم ده درس قبلتون رو یعنی سوره های زلزال تا تکاسل قبلا هم این تذکر رو دادیم که باید در کنار حفظ جدید و ده درستون برنامه مرورتون رو هم داشته باشید یعنی سوره های عصر تا کوسر که برای جلسه بعد براتون در نظر گرفتیم نکنه یه وقت رهاشون کنید و زحمتتون به هدر بره حتما از اطرافیانتون کمک بگیرید تا مثل یه معلم حفظ شما رو کنترل کنن و اشکالاتتون رو توی صفحه قرآن علامت بزنن اینجوری کلی از حفظ کردن قرآن لذت میبرید شک نکنید تا درس بعدی خدا نگهدار خودتون و محفوظاتتون باشه.